تهران تعیین شده. افزایش حقوق کارگرها واقعا تاثیر خیلی خوبی داشت وقتی آقای امیرزاد این کارو کردن، کارگرا همه خوشحال شدن. اما کارفرماها وقتی نتونستن حقوق زیاد بدن همه اون کارگرا رو اخراج کردن. نه ما اخراجی الان نداریم، شما بیارید نمونه شو کدوم کارفرما تعطیل شده. ما کارگر اخراجی نداریم؟ نه اخراجی نداریم. ما الان میتونیم به شما قاطعانه بگیم که در این مملکت هر یه دونه کارخونه ورشکسته نداریم. اگر یه مقداری کارفرما ایراد میگیرن دلیل اینه که زیادخوریشون دیگه بالا رفته. آقای امجد میگه گرونی نیست و بیشتر سیاه نمایی هست. شما چه فکر میکنید؟ شما میدونید تورم در دنیا بالاست. من این رو از یک کشاورزی سوال کردم و همین جواب شما رو داد. برام خیلی جالب بود. با اینکه توی روستای خیلی کوچولو زندگی میکرد بهش گفتم تو الان زندگی نسبت به سال قبل بهتر یا بدتره؟ گفت خب نمیتونم دروغ بگم، بدتره. گفتم خب پس فکر میکنی که دولت آقای احمدی‌نژاد چه کمکی بهت کرده؟ گفت این تورم جهانی هست. ازش سوال کردم شما جهان رفتی دیدی تورم رو میدونی؟ گفت خب آقای احمدی‌نژاد تو تلویزیون میگه. بنابراین وقتی همیشه آقای احمدی‌نژاد این واژه رو تو تلویزیون میگه، خب طبیعیه که مردم هم میگن تورم جهانی. اگر ایشون نرفته به اصلا کشورهای دیگه، بنده که رفتم 36 تا کشور رفتم و میدونم مسائل کشورهای دنیا چطوری است. حداقل عقلم میرسه که از رسانه‌ها، از برنامه‌ها، از مصاحبه‌هایی که کردم بدونم که چه اتفاقاتی میفته. پس تورم جهانیه، این مال ما تنها نیست. خب خانم علی نژاد، دیدیم این فیلمی که پارسا شما تهیه کرده بودید در ستاد آقای احمدی نژاد برای دانشگاه، آیا کارگر اخراجی نداریم و تورم جهانیه؟ مدیر عامل خبرگزاری ایلنا به تازگی رفت زندان پیرو شکایتی که خبرگزاری کار ازش کرده بود. 17 شکایت از خبرگزاری کار ایران شده بود از طرف وزیر کار آقای احمدی نژاد. همه اخباری هم که این خبرگزاری منتشر میکرد پیرامون بیکار شدن کارگرها و وضعیت اسفبار بازداشت‌ها و دستگیری های کارگران بود که اعتراض میکردن. و این خبر دیگه چیزی نیست که حتی خود آقای احمدی نژاد هم بخواد انکار بکنه. دست جمعی کارگران رو کارفرماها به خاطر اینکه اصلا این تصمیمی مبتنی بر توانمندی کارخونه ها نبوده، باعث شده که اخراج دست جمعی و فرعی صورت بگیره. ولی من در جواب این سوالتون بذارین یه مثال از همین روزا بزنم که آقای احمدی نژاد دوباره در سفر آمریکا گفته بود که ما در ایران حتی یک فقیر که به نان شب محتاج باشه نداریم. اصلا من پیشنهاد میدم همین حرف آقای احمدی نژاد رو بدون اینکه سیانمایی بکنیم به در و دیوارهای روستاها بنویسیم به نقل از آقای احمدی نژاد. ببینیم آیا خود روستایی هایی که واقعا خیلی هاشون به نان شبشون محتاج هستن این دروغ احمدی‌نژاد رو چجوری میخوان بهش پاسخ بدن. اگر ما تو روز الان که در واقع روزنامه‌ای هم برای اصلاح طلبان نمونده که بخوان راجع به تورم بنویسن، راجع به گرانی بنویسن و راجع به حتی دفاع خود دولت در مورد اینکه گرانی وجود نداره یا تورم جهانی هست و ایران هم تحت تاثیر این تورم دچار مشکلات اقتصادی شده، در واقع نداریم که دفاع اونها رو هم بنویسیم. خود احمدی نژاد بیا توی تلویزیون، نه توی آمریکا، تو تلویزیون آقای زرقامی همین رو بگه. بگه در ایران ما فقیر نداریم. فیلم هایی که توی یوتیوب یعنی شهروندان معمولی منتشر میکنن از محله فقیرنشین، من حالا نمیدونم، شاید فقر از دیدگاه آقای احمدی نژاد این باشه که حتما آدم ها بیان جلوی کابینه ایشون جون بکنن و بمیرن تا ایشون ببینه و باور بکنه. اما از دیدگاه من که خودم هم بچه روستا هستم دارم میبینم که به لحاظ اقتصادی روستایان چقدر در فشار هستن، در مضیقه هستن. کسایی که حتی دیگه نمیتونن برنج خودشون رو اونطوری که باید فروش بکنن به دلیل اینکه برنج از چین وارد شده، از یار به هر حال سیاسی آقای احمدی نژاد در دنیا فعلا تو مباحث هسته‌ای، یا حتی به هر حال فهم کنم وقتی برنامه‌تون محدود هستن نمیتونید. کسایی که دارن توی روستاها دست فروشی و شغل‌های معمولی هم انجام میدن به خاطر فضای اقتصادی که الان گریبانگیرشون شده خیلی قادر به این نیستن که نان شبشون رو هم فراهم بکنن. حتما به سراغ خانم تویدی هم میریم. قبلش هم من میخوام یه ایمیل و دو تا نظر شما رو در فیسبوک بخونم. دوستی بدون نام نوشته در ایمیل زده به برنامه که وقتی صبح 23 خرداد از خواب پا شدم و تلویزیون رو روشن کردم تا دولت سبز رو ببینم، دیدم نوشته احمدی نژاد 13 میلیون و میرحسین عزیز 7 میلیون. وای وای وای، یادش بخیر چقدر گفتیم احمدی وای وای.